آخرین سوال، به طور خلاصه اگه واسه امکان داره میخواستم واسه همون بگی که به هر حال دانشجویان الان باید چی کار بکنن مشخصا با توجه به توضیحاتی که دادی و این مبارزه سازمان یافته رو چجوری در دانشگاه باید پیش ببرن؟ بله، اگر به صورت خلاصه بگم نیاز شرایط کنونی دانشگاه ها رو درک کنیم، به این معنی که با فضای سرکوبی که الان در دانشگاه وجود داره اعتراضات و تجمعاتی که سابقا انجام می شد دیگه پاسخگو نیست. باید دست به روش ها و اقدامات جدید زد، به حرکت های سازمان یافته و تشکیل تشکل های مخفی و غیر علنی زد و همچین فعالیت هایی رو گسترش داد. آیا معنی این حرف اینه که تجمع و اعتراض نکنیم یا فایده نداره یا بهش دردی نمیخوره؟ خیر، اصلا منظورمون این نیست. نکنید هر فعالیتی، هر اعتراضی علیه این رژیم که در مقابل این رژیم بیسته، فضای بیعملی رو در هم بشکنه و به اصطلاح به جامعه فضای اعتراضی ایجاد کنه، از طرف هر قشری، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، فرهنگیان، این حرکت ها طبعا مفیده و تأثیر گذاره. اما صرفاً این اعتراضات و این تجمعات به تنهایی ما رو به سرنگونی و آزادی نمیرسونه، سرنگونی رژیم و آزادی مردم ایران نمیرسونه. پیوند این دو مش، این دو خط به طور مشخص در پیوند با نیروی پیشتاز، نیروی سازمان یافته است که ما رو میتونه به هدف برسونه. لذا اون چیزی که شما میگین به صورت خلاصه بگین، فهم این موضوع و درک این موضوع اولاً و قدم عملی برداشتن در راستای سازمان یافته حرکت کردن و تشکل‌های مخفی و اون اعتراضات و تجمعات پیوند بخوره با نیروی سازمان یافته و به طور مشخص نیروهای پیشتازی که الان در جامعه و دانشگاه‌ها هستن به عنوان کانون‌های شورشی، و هر دانشگاه و هر دانشجو یک کانون شورشی. بله، بسیار عالی صابر، خیلی ممنون ازت، تشکر می‌کنم به خاطر این وقتی که گذاشتی، دعوت ما رو پذیرفتی و در برنامه ما به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو شرکت داشتی. منم تشکر میکنم از شما از این فرصتی که دادین در این روز خیلی عزیز که بالاخره روز دانشجویان قهرمان کشورمون هست و به یاد اون شهدایی که در این مسیر خونشون ریخته شد، که به امید خدا بتونیم اونها رو به ثمر بنشونیم و به ایرانمون آزاد کنیم. بله حتما، با تشکر از شما. خب دوستان عزیز